جاذبه جدید هنری در شهر بندری سواستوپول اوکراین با افتتاح موزه جوانان شوروی. این نمایشگاه توضیح می‌دهد که جوان بودن در شوروی سابق به چه معنا بوده است. مدال‌ها، روزنامه‌ها، تصاویر و خاطرات دورانی که در سال 1991 به پایان رسید. منبع اصلی درآمد این موزه بازی با وسایل و ماشین‌های آن دوران می‌باشد. با اینکه آنها از رده خارج شدند، اما با این حال هنوز هم خوب کار می‌کنند و مورد استقبال بازدیدکنندگان هستند. اگرچه ورودی موزه رایگان است، ولی بازدیدکنندگان باید برای بازی با ماشین‌ها سکه‌های ویژه‌ای خریداری کنند. و در زاگرب افتتاح موزه جدیدی از هنرهای معاصر. این موزه خصوصی توسط تومیسلاف کلیکو، سرمایه‌دار بزرگ زاگربی، ارائه شده است. سرپرست این مجموعه خانم وانیا زانکو می‌گوید مجموعه این آثار به هدف نمایش در این موزه ساخته شده اند و گاهی اوقات قبل از اینکه به نمایش درآیند ما آنها را خریداری کردیم و حتی در برخی موارد برای این کلکسیون سفارش داده شده اند. صحنه کاملی از هنر معاصر کرواسی در این موزه نشان داده می شود، از جمله آثار مجسمه ساز بزرگ آلم کورکوت. او می گوید این نوع مجموعه نادر می باشد. کیکو کارها را به موقع خریداری می کند. برای مثال آثار من را درست 2 یا 3 روز بعد از اینکه من جایزه سالن جوانان را دریافت کنم خرید. تومیسلاف کلیکو در مراسم افتتاحیه موزه حاضر به سخنرانی نشد. به نظر او خود این موزه بهتر صحبت می کند.